طرفدارانش او را سمبل ایستادگی و مقاومت در برابر غرب می دانند، اما مخالفانش او را پایه‌گذار بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی علیه ایران می دانند. تحریم هایی که با گذشت نزدیک به 2 دهه اقتصاد ایران را ضعیف کرده، تورم را به شدت افزایش داده و فقر و تنگ دستی را در کشور گسترش داده است. این ویدیو داستان زندگی سعید جلیلی است، سیاستمداری که معتقد است به جای مذاکره و توافق با غرب باید در برابر آنها ایستاد و از موضع طلبکارانه با آنها روبرو شد و آمریکا را از تحریم ایران پشیمان کرد. بسیاری از غرب ستیزان او را رئیس دولت مطلوب خود می دانند، اما عموم مردم از آینده‌ای که او آن را نوید می دهد هراس دارند. اینجا کانال پروفایله و ما در این ویدیو داستان زندگی مردی را برایتان روایت می کنیم که روابط خارجی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 2 دهه گذشته با نام او عجین شده است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. سعید جلیلی در 15 شهریور 1344 در مشهد به دنیا آمد. پدرش معلم و اهل بیرجند بود و مادرش آذری و اهل اردبیل. جلیلی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مشهد گذراند. از همان دوران دبیرستان بود که به عضویت بسیج درآمد و به جبهه رفت. جلیلی در سال 1362 در دانشگاه امام صادق که به تازگی توسط مهدوی کنی تأسیس شده بود پذیرفته شد و به تهران آمد. او در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی تحصیل کرد و کارشناسی ارشد گرفت. جلیلی در دوران دانشجویی نیز علی‌رغم اینکه استاد راهنمایش احمد علم الهدا از مخالفان حضور دانشجویان دانشگاه امام صادق در جبهه‌های جنگ بود، چند بار به جبهه رفت. او دیدبان تیپ 21 امام رضای خراسان بود و در دیماه 65 در عملیات کربلای 5 مجروح شد و در بیمارستان صحرایی منطقه شلمچه در پی نبود امکانات و وضعیت اورژانسی پای راست خود را از دست داد. جلیلی پس از پایان تحصیل در سال 1368 به استخدام وزارت خارجه درآمد. او 2 سال بعد در 26 سالگی به ریاست اداره بازرسی وزارت امور خارجه برگزیده شد و تا سال 1375 در ریاست این اداره باقی ماند. در سال 1376 او معاون اداره اول آمریکایی وزارت امور خارجه شد، اما پس از مدتی کوتاه و با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی به بیت رهبری رفت و مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری شد. در همان سالها بود که جلیلی جوان که هنوز دکتر جلیلی نبود، هوس شرکت در انتخابات به سرش زد و در سال 1378 در انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابیه مشهد نامزد شد. اما آرای چندانی به دست نیاورد و شکست خورد. جلیلی در همان دوران حضور در دفتر رهبری در مقطع دکترای دانشگاه امام صادق به ادامه تحصیل مشغول شد و در سال 1381 از پایان نامه خود که بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن است دفاع کرد. استاد راهنمای او احمد علم الهدا معاون دانشگاه امام صادق بود که بعدها امام جمعه مشهد شد. 1 سال بعد جلیلی باز عزم خود را برای شرکت در انتخابات جزم کرد و بار دیگر از مشهد نامزد شد، اما این بار هم نتوانست آرای لازم برای حضور در مجلس را کسب کند. 2 سال بعد و با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بود که ستاره اقبال سعید جلیلی نیز درخشید.
او که به همراه گروهی که بعدها پایداری نام گرفت در جریان تبلیغات احمدی نژاد در تهران و مشهد نقش داشت، مورد اعتماد کامل رئیس جمهور تازه بود و احمدی نژاد قصد داشت او را به عنوان وزیر خارجه به مجلس معرفی کند. اما جلیلی سابقه چندانی در وزارت خارجه نداشت و بالاترین سمت او معاون یک اداره در ساختار وزارت خارجه بود. احتمالاً این مقامات ارشد نظام بودند که احمدی نژاد را از سپردن دستگاه سیاست خارجه کشور به جلیلی منصرف کردند. با این حال او به عنوان معاون آمریکا و اروپای این وزارتخانه منصوب شد و بسیاری در این وزارتخانه می‌دانستند که او عملاً نماینده احمدی نژاد در وزارت خارجه است. در همین دوره بود که جلیلی در تیمی که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی برای مذاکره با غربی‌ها تشکیل داده بود در برخی مذاکرات حضور داشت. جلیلی و مدیر کل زیر مجموعه‌اش علی باقری که او نیز از دانشگاه امام صادق به وزارت خارجه پیوسته بود با رویه لاریجانی برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران موافق نبودند. در نهایت پس از چند دور مذاکره لاریجانی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حالی که ایران و غرب در آستانه دستیابی به توافق هسته‌ای بودند، با کارشکنی هایی که محمود احمدی نژاد در مسیر مذاکره لاریجانی انجام داد، توافق منتفی و لاریجانی از سمت خود استعفا کرد. حالا وقت آن بود که احمدی نژاد نزدیکترین دیپلمات خود را دبیر شورای عالی امنیت ملی کرده و مذاکره با غربی‌ها را به او بسپارد. جلیلی در حالی توسط احمدی نژاد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود که عضو این شورا نبود. او همچنین در حالی به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران منصوب شد که پیش از این سابقه چندانی در مذاکرات دیپلماتیک نداشت و اغلب دوران حضورش در وزارت خارجه نیز مسئول دفتر بازرسی این وزارتخانه بود. با انتخاب او توسط احمدی نژاد بسیاری پیشبینی می کردند که مذاکرات ایران و غرب که در آستانه توافق بود به مشکل خورده و روزهای سختی در پیش خواهد بود. پیشبینی ها خیلی زود محقق شد. مذاکرات با رویه خاصی که جلیلی در پیش گرفته بود به زودی قفل شد و تحریم ها علیه ایران آغاز شد. طرف های مذاکره هسته‌ای به سرعت متوجه شدند مذاکره کننده ارشد ایران نسبت به دو مذاکره کننده قبلی حسن روحانی و علی لاریجانی از توانمندی و اعتبار چندانی در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی برخوردار نیست. آنها سطح مذاکره کنندگان با جلیلی را از وزیران ترویکای اروپایی به معاونان و در نهایت مدیران کل تنزل دادند. رویدادی که نه تنها با اعتراض جلیلی مواجه نشد، بلکه احتمالاً او حتی متوجه تنزل سطح مذاکرات نشد و به مذاکرات خود ادامه داد. جلیلی به جای تمرکز بر موضوع مذاکرات، مدت‌ها زمان مذاکره را صرف تحمیل محل مذاکرات به طرف‌های غربی کرد و به زعم خود با آوردن محل مذاکرات از وین و بروکسل به مسکو و بغداد و استانبول و آلماتی قزاقستان زمین مذاکرات را تغییر داد. اما در عمل نه تنها هیچ دستاوردی نداشت، بلکه موجب صدور قطعنامه‌های تحریمی و تنبیهی علیه ایران شد. سالها بعد که دیپلمات‌ها خاطرات خود از این مذاکرات را منتشر کردند، مشخص شد که جلسات با او نه مذاکره درباره پرونده هسته‌ای ایران، که خطابه‌های بی‌ربطی از سوی جلیلی درباره رسالت پیامبران و عدالت جهانی بود که یادآور خطابه‌های خود احمدی نژاد بود. به اعتقاد بسیاری از دیپلمات‌ها جلیلی در واقع مذاکره نمی‌کرد، بلکه در آن جلسات سخنرانی و موعظه می‌کرد. یعنی در جلسه او بیانیه خودش را می‌خواند و بعد از آن طرف مقابل پاسخ می‌داد. ویلیام برنز که در مذاکرات ژنو نماینده ایالات متحده بود، نخستین مذاکره با جلیلی را این گونه توصیف می‌کند: در حالی که به جلیلی که در مقابلم نشسته بود نگاه می‌کردم، بیانیه کوتاه و ساده را قرائت کردم. جلیلی به دقت سخنانم را یادداشت می‌کرد و در طول سخنانم لبخند به لب می‌آورد. در طول جلسه او و همکارانش مدام زیر چشمی به من نگاه می کردند. گویی حضور یک آمریکایی در میز مذاکره چندان برایشان خوشایند نبود.
در ادامه جلیلی نطقی 45 دقیقه‌ای درباره تاریخ و فرهنگ ایران ایراد کرد که در جای جایش بر نقش سازنده ایران در منطقه تاکید شده بود. وقتی جلیلی می‌خواست از ارائه پاسخ‌های سریع طفره رود، سعی می‌کرد افراد حاضر در مذاکرات را گیج و مبهوت کند و این سخنرانی یکی از آن مواقع بود. یک دیپلمات غربی حاضر در مذاکرات بعدها به کنایه گفت جلیلی در مذاکرات نطق می‌کرد و تاریخ اسلام و ایران می‌گفت. ما در آن مذاکرات حسابی تاریخ آموختیم. چندین دور مذاکره بدون هیچ نتیجه‌ای بسیاری را در ایران مطمئن کرد که راهبرد جلیلی تنها مذاکره برای مذاکره و بیانیه خوانی است. زمان به سرعت برای ایران از دست می رفت و تحریم‌ها یکی پس از دیگری علیه ایران اعمال می شد. احمدی نژاد، جلیلی و همفکرانشان نیز تحریم‌ها را نعمت می دانستند و بر ایستادگی و مقاومت در برابر غرب تأکید می کردند. اما مردم عادی ایران به درستی از عمق فاجعه‌ای که در حال رخ دادن بود چندان اطلاع نداشتند. شورای عالی امنیت ملی که جلیلی دبیر آن بود، رسانه‌ها را از پرداختن به مذاکرات هسته‌ای و نقد عملکرد مذاکره کنندگان ایرانی منع کرده بود. جلیلی و دستیارانش در دبیرخانه شورا به جای پاسخگویی به افکار عمومی، راه امنیتی کردن فضا و خاموش کردن منتقدان را برگزیده بودند. کمتر روزنامه‌ای در تهران جرأت می‌کرد علیه مذاکره کنندگان ایرانی نقدی بنویسد. نتیجه عملکرد جلیلی در نهایت صدور سنگین ترین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. حتی چین و روسیه نیز که دولت احمدی نژاد به آنها دل بسته بود به قطعنامه‌های تحریم علیه ایران رأی مثبت دادند. تحریم‌ها حالا شرایط اقتصادی برای ایران را سخت کرده بود. احمدی نژاد که به لطف بالا رفتن قیمت نفت توانسته بود با پرداخت یارانه‌های نقدی رضایت بخش فرودست جامعه ایران را جلب کند، در دو سال آخر دولتش با گرانی‌های افسار گسیخته و تورم کمرشکن روبرو شد. قیمت دلار در دو سال پایانی دولت احمدی نژاد در فاصله کوتاهی 3 برابر شد و فروش نفت به دلیل تحریم‌ها به دلال‌هایی چون بابک زنجانی سپرده شد. با شکست‌های مداوم احمدی نژاد و سعید جلیلی و شدت یافتن تحریم‌ها، دوران تصمیم‌گیری این دو به پایان رسید. علی اکبر صالحی، وزیر جدید امور خارجه که از طرف رهبر ایران مأمور شده بود، مذاکرات مخفی با آمریکا را در عمان آغاز کرد. مذاکراتی که مدتی بعد و با روی کار آمدن دولت جدید به صورت علنی دنبال و به برجام ختم شد. جلیلی با این که بانی اغلب قطعنامه‌های کمرشکن علیه ایران بود، آنقدر به خود اطمینان داشت و از عملکرد خود مطمئن بود که سودای رسیدن به ریاست جمهوری را در سر می پروراند. او در انتخابات سال 1392 نامزد شد. رقیب او فقط حسن روحانی نبود، بلکه اصولگرایان میانه‌روتر مثل محسن رضایی و علی اکبر ولایتی نیز عملکرد او را در مذاکرات هسته‌ای به شدت زیر سوال بردند. دیپلماسی این نیست که انسان برود در مقابل کشورهای دیگر خطابه بخونه و مطلبی رو بیان بکنه که اینجا تو مصاحبه مطبوعاتی میگه. دیپلماسی این نیست که ما یک طرف بشینیم، اونا طرف مقابل بنشینن و ما یه حرف مشخصی رو بزنیم بدون اینکه اقدامات دیگری در خارج از اینها بکنیم. و اصولگرایی این نیست که انعطاف ناپذیر انسان باشه. در رابطه با مصالح ملی باید ما بتوانیم از دیپلماسی به نحو احسن استفاده بکنیم. دیپلماسی فقط خشونت نشون دادن و سرسختی نشون دادن نیست، بلکه یک معامله است، یک تعامله. ما باید با همه دنیا، با اونایی که مذاکره میکنیم تعامل داشته باشیم. قضیه بده بستونه، نمیشه طرف ما بخوایم هرچی که اونا، ما از اونا میخوایم اونا به ما بدن و متقابلا حاضر نباشیم کاری بکنیم. این هنر دیپلماسیه. هنر دیپلماسی بیانیه صادر کردن نیست، یا بیانیه رو رفتن پشت میز مذاکره خوندن نیست. حتما این کار، این مذاکرات هسته‌ای که در حال حاضر داریم اشکال داره. و اگر اینطور نبود، ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی
کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد. اون کسی هنر دیپلماسی این است که شما حق هسته‌ای رو حفظ بکنید و در عین حال تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه و رو اضافه نشه. محسن رضایی نیز عملکرد جلیلی را در مذاکرات خسارت بار خواند. مذاکرات باید زودتر به نتیجه برسه، مگر ما میتونیم کشور با شعار دادن معطل کنیم وقت ملت ایران رو و وقت نظام رو؟ اونا دارن از ما زمان میگیرن که اثر تحریم ها بیشتر بشه، بعد ما اسم اینو میذاریم مقاومت. در همان روزها یک فایل صوتی منتسب به آیت الله مهدوی کنی نیز منتشر شد که سعید جلیلی را مناسب ریاست جمهوری نمیدانست. جلیلی در نهایت با 4,600,000 رأی در جایگاه سوم قرار گرفت و همچون دو انتخابات قبلی مجلس که در آن نامزد شده بود نتوانست به پیروزی برسد. با روی کار آمدن حسن روحانی، او سعید جلیلی را برکنار و علی شمخانی را به دبیری شورا منصوب کرد. روحانی مذاکرات هسته‌ای را نیز از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل کرد و محمد جواد ظریف نیز مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شد. ظریف سطح مذاکرات را به وزرای خارجه 5 به اضافه 1 ارتقا داد و به جای مذاکره با واسطه‌ها مستقیماً با جان کری وزیر خارجه آمریکا مذاکره کرد. مذاکراتی که در نهایت به توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برجام ختم شد. تندروها در ایران از برجام راضی نبودند. آنها تمام سعی خود را کردند تا برجام را به شکست بکشانند. شاخص‌ترین مخالف داخلی برجام سعید جلیلی و علی باقری معاون او بودند. اما شانس هم با روحانی و ظریف یار نبود و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و خروج او از برجام بار دیگر تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد. تحریم‌هایی که رشد مثبت و چشمگیر اقتصادی ایران در سال‌های اولیه پس از برجام را به رشد منفی اقتصادی و 3 برابر شدن قیمت دلار و افزایش تورم در ایران منجر کرد. جلیلی در همه این سالها از پرشورترین مخالفان برجام و توافق ایران با غرب بود. او در سال 1396 نیز دوباره تصمیم گرفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. اما با ورود ابراهیم رئیسی به عرصه انتخابات، جلیلی منصرف شد. سال 1400 و انتخابات ریاست جمهوری که رسید، جلیلی بار دیگر هوای ریاست جمهوری به سرش افتاد و حتی کاندیداتوری رئیسی هم مانع نامزدی او نشد. این بار حتی رفقای دیروزش هم حاضر نشدند در انتخاب بین او و رئیسی پشت او قرار گیرند. جلیلی در نهایت بعد از حضور در مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی مجبور به انصراف به نفع رئیسی شد. با روی کار آمدن رئیسی، اما جلیلی حاضر به مشارکت در دولت او نشد. برخی معتقدند که او شأن خود را فقط ریاست جمهوری می دانست و از این رو هیچ پست دولتی را قبول نکرد. برخی دیگر هم بر این باورند که رئیسی از سابقه عملکرد جلیلی در مذاکرات به خوبی اطلاع داشت و چندان مایل نبود با حضور او در دولت یا مذاکرات هسته‌ای سیاست خارجی ایران بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته و تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شود. جلیلی به دولت نرفت، اما معاون او علی باقری که در یک دهه گذشته همراه و هم فکر همیشگی جلیلی بود، یکی از گزینه‌های وزارت خارجه بود. اما با این حال مقامات تصمیم گرفتند سکان وزارت خارجه را به او که همچون جلیلی به تندروی مشهور بود نسپارند. باقری معاون وزیر امور خارجه امیر عبداللهیان شد، اما مذاکرات اتمی به او سپرده شد. رئیسی می دانست که بدون حل و فصل پرونده هستی و لغو تحریم ها نمی تواند وعده های رنگارنگی را که به مردم داده بود محقق کند. باقری تلاش کرد مذاکرات را به پیش ببرد. برخی از دوستان باقری میگویند که او پس از سالها شعارهای تند و انقلابی، حالا که مذاکره کننده ارشد ایران شده بود، فهمیده بود که با روش جلیلی نمیتواند دستاوردی داشته باشد.
او به دنبال توافق با آمریکا بود و این باعث شد حتی مورد انتقاد جلیلی قرار گیرد. گفته شده که جلیلی حتی نزدیکترین یار و همراه خود را نیز نتوانست تحمل کند و رابطه جلیلی و باقری هم سرد شد. اختلاف آنها ظاهراً پس از آن بالا گرفت که جلیلی مانع توافق نهایی باقری با غربی ها شد. آنطور که برخی منابع نزدیک به دولت میگویند، حتی در دولت ابراهیم رئیسی نیز ایران و آمریکا در آستانه توافق نهایی برای حل و فصل پرونده هسته‌ای بودند. باقری خیلی به توافق امید داشت، اما برخی در شورای عالی امنیت ملی که جلیلی یکی از آنها بود، مانع توافق شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق نیز با تایید این مطلب میگوید: خلاصه حالا ما همونجور که میفهمید با آقای امیر عبدالویان دوستانه دیگه بالاخره روایت رو من میگم، شنیدیم که بله در آستانه تمام شدن بود، ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی موضوع بحث میشه که دیگه کار برن اقدام بکنن که آقای دکتر شهید امیر عبداللهیان برن حالا بروکسل یا کجا نمیدونم که مثلا دیگه امضا بکنن. ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی، ببین این روایته، اینو دیگه من نمیتونم روش قسم بخورم، ولی روایت تا حدود زیادی قابل اعتماد و اتکایی است. اونجا یه پیشنهادی میشه که مثلا دوباره حالا که مثلا تا اینجا اومدن شما مثلا یه چیزی هم اضافه برید بگیرید، همین یه دفعه به هم بزنید. از سخنان سعید جلیلی چنین برداشت می شود که او قائل به توافق هسته‌ای با غرب نیست. او طرفدار مقاومت است و آنطور که در مناظره های انتخاباتی گفته، معتقد است به جای توافق باید از موضع طلبکارانه با آمریکا مذاکره کرد و این کشور را از تحریم کردن ایران پشیمان کرد. با سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در بهار 1403، سعید جلیلی در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری بار دیگر ثبت نام کرد. این سومین انتخابات ریاست جمهوری است که او در آن شرکت کرده و پنجمین بار است که خود را در معرض رأی مردم قرار داده. چهار تجربه قبلی او چه در مجلس و چه ریاست جمهوری به شکست انجامیده. جلیلی با اتکا به رأی طرفداران کوچک اما منسجم و پرشور خود توانست در مرحله اول با پشت سر گذاشتن محمد باقر قالیباف بعد از مسعود پزشکیان به مرحله دوم راه یابد. انتخاباتی که 60% مردم ایران در آن شرکت نکردند. بسیاری از افرادی که حاضر به شرکت در انتخابات نشدند از شرایط حال حاضر در ایران به شدت ناراضی بوده و امید خود را به بهبود وضعیت کشور از دست دادند. حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیون نیز مایل به پیروزی جلیلی در انتخاباتند. آنها بر این باورند که با روی کار آمدن میانه‌روها در ایران امید به براندازی جمهوری اسلامی از بین می رود و این تندروها هستند که می توانند با ناامید ساختن بیشتر مردم زمینه‌های تغییر حکومت در ایران را فراهم کنند. این هم داستان زندگی سعید جلیلی، سیاستمداری که برای هر زن و مرد ایرانی هزاران صفحه برنامه دارد و فکر می کند همه چیز را از همه کس بهتر می داند و برای هر مسئله‌ای راه حل جادویی دارد. نظر شما درباره جلیلی چیست؟ لطفاً نظرت خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.